توی این ویدیو جذاب و خفن قراره که بهتون هوش مصنوعی دیپ سیک رو معرفی کنم چند روزی واقعا ترکونده توی فضای مجازی سر و صدای بسیار زیادی به پا کرده چرا که میگن چت جی پی تی هوش مصنوعی چت جی پی تی که متعلق به شرکت اوپن ای آی هست رو با شرکت اوپن ای, ای میذاره تو جیبش و قدرت فوق ای داره اما چرا این قدرت رو پیدا کرده اطلاعاتش بروزتر هستش سرعت بالاتری نسبت به چت جی داره و مهمتر از همه اینها کسایی که با چت جی کار کرده باشن متوجه این موضوع هستن که چت جی دو تا نسخه داره یه دونه نسخه رایگان داره که محدودیت های خاص خودش رو داره و اگر ما بخوایم خیلی بیشتر از اون چت استفاده کنیم نیاز بود که اشتراک ماهانه تهیه می کردیم و خب یه کمی شامل هزینه می شد. از اون طرف Uh, کشور ایران رو هم کلا تحریم کرده بود بچه های ایران نیاز بود که حتما وی رو روشن کنند تا بتونن از چت جی پی تی استفاده کنن اما دیپسیک نیاز به فیلتر شکن نداره به راحتی برای کشور ایران در دسترس هست و شما میتونید هم از نسخه تحت وبش استفاده کنید هم روی سیستمتون نصبش کنید یا روی گوشه موبایلتون نصبش کنید و ازش به راحتی هرچه تمامتر استفاده کنید از اون طرف چت جی پی یک سری فیلترها داشت مثلا یک سری سوالات رو به این سادگی پاسخ نمیداد یا معذور بود از پاسخ دادنشون اما دیپسیک هر سوالی که شما ازش بپرسید رو به راحتی بهتون جواب میده حالا این سایت خود دیپسیک هست که یه دونه ثبت نام ساده داره که میتونید انجام بدید با شماره تلفن میتونید ثبت نام انجام بدید با گوگل اکانتتون میتونید انجام بدید خیلی ساده هستش زمانی که ثبت نام رو انجام دادید اینجا استارت رو که بزنید بخش چتش برای شما باز میشه اما اخیرا، یک گزینه فوقالعاده عالی رو اضافه کرده با نام دیپسینگ آروان این قابلیت میاد تفکر بیشتری میکنه و بهتر و عمیقتر میتونه اون سوالی که شما ازش پرسیدین رو پردازش کنه و بهتر و خیلی خفنتر بیاد بهش پاسخ بده اما خب توی این ویدیو من قصد دارم که بهتون آموزش بدم چطور این رو روی سیستمتون نصب کنید شما به دو روش میتونید روی سیستمتون این هوش مصنوعی فوق العاده رو نصب و فعالسازی کنید مورد اولش استفاده از olama.com هست که میتونید بیایید وارد این سایتش بشید اینجا مدل های مختلفی رو نوشته و فقط مخصوص دیپسیک نیستش یا میتونید اینجا سرچ کنید حتی خود چت جی پی تی هم داره اما خب میتونید بیاید اینجا گزینه دانلود رو بزنید اولاما رو نصب کنید نسخه مک لینوکس و ویندوز داره اما خب یه کمی اینجا مشکل پیدا میشه و نصب کردنش یه کمی سخت الان دیپسیک آروان رو که من بزنم توی این بخش یک سری مدل های این هوش مصنوعی رو برای ما میاره که اگر من بازش کنم ببینید اینجا نسخه های مختلف رو برای ما آورده که اگر یه دونه سیستم معمولی دارید پیشنهاد میکنم این گزینه رو انتخاب کنید که حجمش حدود 5 گیگ هست و میتونید به راحتی روی سیستمتون نصب کنید من تستش کردم اوکی بوده و ازش استفاده کنید اما همونطور که گفتم علما یه کمی درد نصب کردنش ببینید یک سری کارها باید انجام بدید برای نصبش و خلاصه که میخوام یه دونه راه جدیدتر و ساده تر بهتون بگم اون هم استفاده از الپتدیو هستش که به راحتی شما میتونید برنامهش رو نصب کنید و از مدل های مختلف هوش مصنوعی استفاده کنید نسخه مک ویندوز و لینوکس هم داره من در ابتدا میام نسخه ویندوز رو با زدن این گزینه روی سیستمم دانلود و نصب میکنم حجمش حدود 455 مگابایت هستش استارت رو میزنم تا این برنامه روی سیستم من نصب بشه خب بعد از اینکه برنامه دانلود شد میریم برای مرحله نصب این برنامه دوستان خوشحال میشم که توی کانال تلگرامی ما عضو بشی لینک کانال توی دیسکریپشن ویدیو وجود داره توی کانال تلگرام اطلاعات بیشتری براتون قرار میدیم خب وارد مرحله نصب شدیم دو تا گزینه برای ما میاره اگر سیستمی که دارید چند نفر میشینن پشتش و داره یوزرهای خاصی هستن میتونید یوزر مربوط به خودتون رو انتخاب کنید اما اگر سیستمتون یه سیستم شخصی هست میتونید بذاریدش روی این حالت هیچ فرقی نمیکنه من میذارمش روی همین حالت اول اینجا نکس رو میزنم خب اینجا یس yes رو میزنم و میریم برای نصبش توی این مرحله میگه مکان نصب رو به هم بگو من نمیخوام توی درایو سی نصب بشه میام اینجا این گزینه رو انتخاب میکنم همین الانم هم. سیستمم هم شروع کرده به هنگ کردن محل نصب رو خودم شخصی سازی میکنم و اینجا این استال رو میزنم تا این برنامه روی سیستم من نصب بشه خب بعد از اینکه برنامه نصب شد اینجا میگه که اتوماتیک برات برنامه رو باز کنم میگم بازش کن و اینجا دکمه فینیش رو میزنم تا این برنامه LM Studio برای من باز بشه برنامه رو اجرا کردید اینجا یه دونه گزینه میاره که اگر این گزینه رو انتخاب کنید یک سری پیش نیاز ها داره که خودش اتوماتیک دانلود میکنه حتی میتونید اینجا گزینه اسکیپ رو بزنید تا مستقیم وارد این برنامه بشید ما ابتدا باید بیایم دیپسیک رو مدلش رو روی این برنامه دانلود و اجرا کنیم کافیه که بیاید به این قسمت ذره بیم وارد بشید و مدل دیپسیک رو سرچ کنید چطور میتونید سرچ کنید میتونید دست اینجا بنویسید یا حتی میتونید وارد سایت ال ام استدیو بشید برید به بخش مدل کاتالوگ اینجا کاتالوگ ها رو براتون میاره چیزی که ما میخوایم دانلود کنیم این مدل هست که روی سیستم معمولی ما جواب بده اینجا یک سری اطلاعات در موردش میذاره که میتونید مطالعه کنید و در نهایت این مدلش رو از اینجا اسمش رو کپی کنید توی این کادر جستجو جون رو قرار بدید تا اون رو براتون پیدا کنه زمانی که براتون پیداش کرد اینجا براتون اطلاعاتش میاد که میتونید بیاید نسخه مد نظرتون رو دانلود کنید یک خوبی که داره اینه که میاد بررسی میکنه که کدوم یکی از این نسخه ها برای سیستم شما مناسب تره و بهتر میتونه روی سیستم شما کار کنه که اومده به صورت اتوماتیک این نسخه رو روی سیستم من پیشنهاد داده که من میتونم با زدن گزینه دانلود اون رو دانلود و روی LM Studio اجرا کنم خب من دانلود رو میزنم تا دانلود این مدل شروع بشه چون یه کمی حجمش زیاده ویدیو رو اینجا اسکیپ میکنم تا دانلودش به پایان برسه و ادامه ویدیو رو باهاتون به اشتراک میذارم خب بعد از اینکه دانلود مدل به پایان رسید یک چنین پیغامی شما این پایین مشاهده میکنید که میتونید با زدن لود مدل این مدل رو بیایید لود کنید یا حتی میتونید صفحه رو کلا ببندید توی این بخش دانلود ها که میتونید اون رو مشاهده کنید همون مدلی که دانلود کردید و بیایید این قسمت چت رو انتخاب کنید از این بالا باید مدل مورد نظرتون رو انتخاب کنید یک بار که بزنید روش هر مدلی که نصب کرده باشید اینجا براتون میاره که ما دیپ سیک آروان رو نصب کردیم و میبینید که در حال لود شدن هست بار اول چند ثانیه ای باید سب کنید تا این لود بشه من منتظر میشم تا لودینگش به پایان برسه و بریم باهاش کار کنیم ببینیم به چه صورتی هستش خب شاید اینجا براتون سوال پیش بیاد این نسخه تحت وب هم داره و چرا ما اصلا اومدیم روی سیستم نصبش کردیم خب ببینید دوستان یک زمانی هست که شما به اینترنت دسترسی ندارید و میخواید آفلاین از این برنامه استفاده کنید دلیل نصبش به همین خاطر هست و ما میتونیم الان بیایم اینترنتمون رو کلا از اینجا غیر فعال کنیم و به صورت آفلاین با این برنامه کار کنیم حتی شما میتونی بیایی از طریق این بخش کنسولش دیولوپرش بیایید اون رو شبکه سازی کنید متصلش کنید به یک سرور اصلی و اون رو شبکه کنید یعنی چی یعنی شما روی یک سیستم یا سروری که 24 ساعت روشن هست میتونید این مدل رو نصب کنید بعدش برید خونه یا برید داخل شرکت یا هر جای دیگه متصل بشید به اون هوش مصنوعی و ازش استفاده کنید حالا یا یه نفر استفاده کنه یا همزمان چندین نفر بیان از این هوش مصنوعی روی حالت شبکه استفاده کنن خب الان این مدل برای ما لود شده ببینیم کار میکنه یا نه یک سلام براش ارسال میکنم من خب میبینید که به راحتی پاسخ من رو این هوش مصنوعی میده حتی به فارسی باش صحبت کردم اینجا اومد پردازش عمیق رو انجام داد و اینجا به من پاسخ داد که چه چیزی نیاز داری خب حالا من ازش میخوام که یک داستان کوتاه در مورد تخت جمشید بنویس این رو براش ارسال میکنم میاد با استفاده از دیپسیک آروان پردازش عمیق رو انجام میده و یک داستان کوتاه برای ما می نویسه. خب همونطور که میبینید الان شروع کرده داره داستان رو برای من مینویسه البته با زبان انگلیسی داره مینویسه که ما میتونیم بهش بگیم داستان رو به زبان فارسی بنویس و محدودیتی دیگه توی این مورد وجود نداره حتی میتونید متصلش کنید به اینترنت از اینجا فایل بهش بدید برای اینکه بتونه بهتر پردازش کنه هرچند در حالت آفلاین هم میتونید مثلا عکس بهش بدید بگید بیا اون عکس رو برای من پردازش کن اطلاعاتش رو استخراج کن اصلا توضیح بده که داخل این عکس چه چیزی گفته شده به همین راحتی شما میتونید این LM Studio رو نصب کنید مدل هوش مصنوعی دیپسیک رو دانلود کنید و به همین راحتی به صورت آفلاین یا آنلاین ازش استفاده کنید این پایین هم مصرف رم و سی پیو سرور شما رو که درگیر میکنه اینجا می نویسه که میتونید مشاهده کنید اما برای کسایی که گوشی اندرویدی یا آیفون دارن میتونن نسخه نصبیش رو نصب کنن یا بیان بعد از اینکه داخل سایتش ثبت نام کردن اینجا استارت رو بزنن وارد این صفحه بشن اگر این دیپ سینک آروان رو فعال کنید و سوالات پیچیده مثل سوالات پیچیده ریاضی ازش بپرسید میاد به راحتی اون رو پردازش میکنه و بهتون پاسخ میده یا اگر بخواید چیزی رو داخل اینترنت جستجو کنید به عنوان مثال قیمت به روز طلا یا ماشین رو بخواید در بیارید میتونید یک بار روی این دکمه سرچ بزنید که بره حدود 40 تا از سایت های مهم و بالا رده رو جستجو کنه و مثلا آخرین اخبار در رابطه با طلا ماشین یا قیمت هاشون رو برای شما اینجا لیست کنه اگر هم نخواستید از این دو تا گزینه استفاده کنید که خیلی حالت معمولی سلام چطوری براش تایپ میکنی ارسال میکنی و پاسخت رو میده دیگه اون بستگی به شما داری که چطور بخواید پرامت بنویسید براش و به صورت حرفه‌ای باش کار انجام بدید حتی توی زمینه برنامه نویسی و اینها هم میتونه بهتون کمک کنه و من خودم باهاش تونستم یه دونه ربات تلگرامی ساده هم بسازم که اگر دوست داشتید توی کامنت ها اعلام کنید تا براتون ویدیوی ساخت ربات تلگرامی با استفاده از دیپسیک رو هم قرار بدم امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید اگر سوالی دارید توی کامنت ها حتما بنویسید و خوشحال میشم که توی کانال تلگراممون عضو بشید اونجا اطلاعات بیشتری براتون قرار میدم موفق و پیروز باشید